سلام خدمت همه دوستان عزیز و زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه 48 آموزش برنامه‌نویسی C#. تو این جلسه می‌خوایم کنترل پیکچر باکس مورد بررسی قرار بدیم. قبلش شما لود کنید اون دکمه سابسکرایب تو یوتیوب رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین. لایک کامنت فراموش نشه که این ویدیو برای دوستانتون هم به اشتراک گذاشته بشه. شما هم میتونید این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید تو فضاهای مجازیتون، یوتیوبتون، توی فیسبوک، جایی که صفحه مجازی ده میتونید به اشتراک بذارین. این استگرامون هم فراموش نشه. خب دوستان بریم ببینیم پیکچر باکس چیه. من یک پروژه وین فرم ایجاد میکنم به اسم پیکچر باکس. فاصله نباید میذاشتیم، اب نداره. ببینیم، حالا منتظر بشیم تا پروژمون ساخته بشه. این صفحه وین فرممون طبق معمول و تو تول باکسمون، اگه احیانا این تول باکس اینجا ندیدید، مثلا اگه وجود نداشت، تو بخش ویو یک تول باکس رو ببینید، اینو بزنید براتون اینجا اضافه میشه. هر چیزی سولوشن نبود، پرپرتیس نبود، هر کدوم از این موارد نبود، تو بخش ویو اینجا میتونین این موارد رو ببینید. مثلا یا کنید سولوشن اکسپلورر، همینی که الان اینجا دارید میبینین هست، یا نمیدونم دکمه F4 میشه پرپرتیس ما. ببینیم کجا، اگه اینجاها نبود تو آدر ویندوز میتونین پیداش کنید. ببینیم پرپرتی، حالا باید اینجاها باشه. خودش اینجا داره. اینا پرپرتیس ویندوز F4، این پایین تره. میگم هر چیزی رو بخواید اینجا میتونید توی ویو این مواردتون رو پیدا کنید. ارور لیست یا ندوم آتپوت، اینا رو نگاه کنید پایینه. آتپوت این قسمتمونه، ارور لیست هم که جایی که ارور ها رو می‌بینه. هر کدوم از اینا وجود نداشت تو ویو میتونیم ببینیم. خب ببینیم تو بخش کنترلمون یک موردی داریم به اسم پیکچر باکس، میاریم داخل. کار این چیه؟ عکس رو میگیره، چی کار میکنه؟ بهمون نمایش میده. اسمش روشه پیکچر باکس. یه باکسیه که میتونیم داخلش عکس بذاریم به هر حالتی. من یه عکس میارم، از قبل چند تا عکس من آماده کردم برای این قسمت. ببینید مثلا تاسه، این تاسا شما میتونید همینجا مستقیم ببینید چویز ایمیج کنید، یا اینجا پرپرتیز ایمیج داره میتونید برید انتخاب کنید ایمپورت کنید، یا خودتون ببینید چیکار کنید تو بخش پروژتون. روی پروژه راست کلیک کنید، این پروژه پیکچر باکس، دقت کنید روی سولوشن نه، روی پروژه مورد نظر، چون امکان داره یه برنامه شما از چندین پروژه استفاده بشه. یه سولوشن دارین با چندین پروژه مختلف یا حتی سولوشن های مختلف. من روی پروژه خودم راست کلیک میکنم، پرپرتیس رو میزنم. ببینید اینجا تنظیماتی داره میتونیم برای خود پروژه‌مونه دات نت فریم ورکشو تغییر بدیم. ببینیم ورژن های دات نت فریم ورک رو میتونیم تغییر بدیم، بگیم ویندوز اپلیکیشن باشه، کنسول باشه، کلاس لایبرری باشه. اینا همه رو باز با هم کار میکنیم. براش یه ورژن بزنیم اسمبلی اینفورمیشن. دقت کنیم ما روی برنامه که میریم یک اینفورمیشنی داره، اسم برنامه، ورژنش چیه، اینا همه اینجا میتونیم براش ایجاد کنیم. مثلا برای مثال این نرم افزار روش راست کلیک میکنم، پرپرتیز، ببینید تو بخش دیتیلزش رو نگاه کنید، نیم داره، تایپ داره، نمیدونم سایز داره، تاریخ ایجاد داره. یا مثلا تو بخش جنرالش بیایم، چون این شورتکاته، ببخشید دوستان، شورتکات اطلاعات کامل نمیده. بریم جایی که خود برنامه اصلی وجود داره، من روش راست کلیک میکنم، پرپرتیزش رو میارم اینور. ببینیم چه چیزایی داره. مشخصایی که داره عموما روی دیتیلزمونه. ورژن نداره عموما، ولی میتونه ورژن بزنه. پروداکت نیمش خالیه، پروداکت ورژنش هم خالیه، چون اون قسمت رو پر نکردن. شما میتونید بیاین چیکار کنید، این پروداکت ورژن ها رو بزنین، ببینین این پروداکت نیممونه، میتونید بگین کپی رایت داشته باشه، برای چه کمپانیه، تایتلش اسمش چی باشه، میتونید یه توضیح بدین که این برنامه برای چیه، و امکاناتی که میبینید داره و همین چیز خاصی نیست. و میتونیم به برنامه‌مون آیکون بدین. همین نگاه کنید، این آیکون رو میبینید،
میتونیم اینجا بیایم به برنامهمون یه آیکون بدیم، بریم یه آیکون براش پیدا کنیم. تو جلسه قبل گفتم چطور یه عکسی رو تبدیل به آیکون کنیم. میرین توی اینترنت بزنین convert to icon، مثلا png to icon بزنین، سایت های آنلاین زیادن که این کار رو انجام بدن، میتونین این کار رو انجام بدن. خب تو این زبان هایی که وجود داره ببینید تنظیمات مختلفی داره. یه بخشش چیه؟ ریسورس. نگاه کنید ما تو ریسورس میتونیم بیایم هر حالت متغیری رو تعریف کنیم، میتونیم استرینگ تعریف کنیم، میتونیم ایمیج تعریف کنیم، آیکون، آدیو، فایل، هر چیزی میتونیم اینجا تعریف کنیم. من اون عکسایی که از قبل آماده کردم کپی میکنم همشونو. ببینید اینجا میام فقط پیستش میکنم، کنترل وی. ببینید خودش اومد اضافه کرد. حالا حتما اینجا دیگه نمیشه ایمیج کار کرد که نیست که. میتونیم بیایم دوباره استرینگ بذاریم، بسته به نوع چیزایی که نیازه. من تمام عکسایی که نیاز بود آوردم. حالا بریم توی ایمیجمونو ببینیم. زمانی که چویز ایمیج میزنم ببینید اینجا وجود داره دیگه از قبل. من اینو اوکی میکنم. ببینید عکس من سایزش بزرگ بود. من یه خورده اینو کوچیک میکنم، حالتهای مختلفش رو ببینید. توی پرپرتیز اونایی که پیکچر باکس متدایی که مهمه، بقیه متدها که فرقی نداره. مثلا کرسر توی همه‌شون بود، توی همه کنترل ها کرسر داریم که میتونیم زمانی که موس میاد روی این کنترل چه حالتی تغییر کنه، آیکون موس به چه شکلی باشه، هند بشه، نمیدونم ارو بشه، هر چیزی. خیلی خوبه. و داک داره، میتونیم داک بالا پایین چپ راست فیل کنیم، کامل کنیم، هر کاری میشه کرد. ایمیج رو بهش دادیم، ببینید اینجا خودش باز میتونیم ایمیج رو از این توی پرپرتیس هم میتونیم مستقیم بدیم. ایمیج لوکیشن داره و اینا که هیچی، لاک هیچی. بیاییم یک، باید یه مودی داشته باشه. ببینیم سایز مود، ببینید سایز مودش نرماله، حالتهای مختلفی داره. ببینید اوتو سایز داره، خود ایمیج این پیکچر باکس رو به اندازه ایمیجمون بزرگ کرد. ایمیج من کوچیک بود ولی به اندازه اون بزرگ شد. سنتر داره، ببینید عکس رو، ببینید حالت سنتر میذاره. سایز پیکچر باکسمون هر چی باشه عکس رو یک جوری چیدمان میکنه که وسط در وسط باشه. نگاه کنه این نقطه وسط وسطه، طوری چیدمان میشه این نقطه همیشه وسطه. به خاطر همین یه عکسی انتخاب کردیم که قشنگ نشون بده بهتون. این میشه سنتر. عکس رو کوچیک نمیکنه یا پیکچر باکس رو بزرگ کوچیک نمیکنه، خود عکس رو طوری توی اون پیکچر باکس نمایش میده با همون سایز که وسط در وسطش نمایش داده بشه. بعد حالا بعدی زومه. نیا کنید زوم گذاشتم، گرفته زوم کرده، ولی دقت کنید زمانی که بزرگ میشه اینجاها خالی میشه. ببینید حالت زومش به اندازه زوم میشه که اون مربع اوکی باشه. ببینید از حالتهای مختلف این زوم میکنه. ولی یک حالت دیگه داره کاربردی تر از همه، استریچ ایمیج. به هر سایزی که پیکچر باکسمون باشه این میاد چیکار میکنه؟ ایمیجمون رو به اون سایز تغییر میده. بیا کنید و هر سایزی بکنم ایمیجم به همون سایز پیکچر باکسمون تغییر میکنه، فیل میشه کامل. دیگه نگاه نمیکنه سایز ایمیج چنده، سایز پیکچر باکس چنده، هر تد بخش سایز پیکچر باکس که نگاه میکنه باید ببینه سایز پیکچر باکس چقدره. ایمیج هر سایزی باشه به اون سایز پیکچر باکسمون مچ میشه. نگاه کنید بالا کوچیک میکنم، کلا اندازه این پیکچر باکس کوچیک میشه، بزرگش میکنم. این حالت میگیرم داکش رو میگیرم، فیل تاپ میذارم، ببین میذارم بالا. ببینید هر حالتی داره فیل میشه، بخش در هر حالتی داره استریچ میشه، خودش اندازه اون کنترل میکنه. این شد از این. حالا میتونید شما به چه صورتی دیگه اینو بدین. من ایمیجشو برمیدارم میکنم نان، یه دونه دکمه میذارم، یک دکمه. مرسی که آقای. خب این دکمه، کار این دکمه چی باشه؟ زمانی که میزنم یک ایمیجی رو بیاره براش لود کنه. برای این کار کافی بگیم پیکچر باکس، پیکچر باکس یک دات ایمیج. من ایمیج حالا میتونم از هر آدرسی بگیرم، از توی ویندوز هم بگیرم، یا بگم درایو سی آدرسش رو بدم. میبینید میتونم بگم، ببینید ایمیج دات فرام، این فرام فایل داره،
میتونم برم یه آدرسی رو بهش بدم، یعنی یه آدرس یه یو آر الی رو میگیره، میره براتون اون چی رو میاره، ایمیج رو میاره. یا میتونم بگم آقا برو از یه سایتی بگی آدرس یو آر ال، بازم تو همین ایمیج فرام فا میریم اون آدرس رو میدیم. ببینید ایمیج رو که میزنید دات، ببینید حالت های مختلف، میتونید یه استریم، یه عکسی به حالت استریم ذخیره شده بایت ماننده، حالا اون جلوتر میتونید چجوری یک ایمیج رو استریم کنیم و توی حالا کنار برنامه ذخیره کنیم یا توی دیتابیس ذخیره کنیم، اینا رو با هم کار میکنیم. یا یعنی اینکه نه از یک آدرسی بخونه که با فرام فایله. ولی خب یه حالت دیگه چی بود؟ من خب تو برنامه خودم وجود داره، تو ریسورس برنامه خودم وجود داره، پس چی کارش کنم؟ برای این کار میگم چی؟ میگم پروپرتیز، یه پروپرتیزی داریم، ببینید پروپرتیز دات ریسورس، دقت کنید پروپرتیز دات ریسورس دات، زمانی که میزنیم ببینید به ایمیج هامون دسترسی داریم. هر ایمیجی که ما توی ریسورسمون کپی پیست کردیم اینجا الان دسترسی داریم. من دایسه یک رو میذارم، اوکی میکنم و الان ببینید هیچ ایمیج نداره این بکگراند، این پیکچر باکسمون. زمانی که دکمه رو میزنم ببینید دقیقا اومده اون عکس رو گرفته. این شد کارایی یه ایمیج. میتونیم به هر روشی، میتونیم پیش‌فرض همون اول بدیم، یه جایی میبینیم مثلا نرم افزار ایجاد میکنیم، لوگوی خودمون رو ثابت میذاریم گوشه باشه، یا به این حالت میتونیم مثلا از بانک یه داده‌ای رو میخونیم، مثلا عکس پرسنلی یه نفر رو داخلش لود میکنیم. کاربردهای زیادی داره. حالا من میخوام توی بازی بریم این کار انجام بدیم. میخوام یک بازی خیلی ساده، بازی که نمیشه گفت، روال یکی از بازی‌ها، مثلا چی توی منچ، توی تخت نرد ما چیزی داریم به نام تاس انداختن، به خاطر همین عکس ها رو آوردم که بخوایم تاس بندازیم. زمانی که دکمه رو میزنیم تاس برای ما انداخته بشه. به چه روال؟ میام یک تابع ایجاد میکنم، private void random dice. خب چی کار باید بکنیم؟ هر بار بیاییم یک عدد رندوم ایجاد کنیم، میگم وره n، یا میگم اول یه رندوم ایجاد میکنم، یک متغیر رندوم، رند مساویه نیو رندوم. اوکی حالا دایس من، ببخشید، وره دایس من مساویه چی میشه؟ rand.next. اینا رو که دیگه رندوم کار کردی، یک عددی بین یک مینیموم ولیو میشه یک، و عدد دوم چی؟ ماکسیموم ولیو میشه 6. پس بین یک تا 6 میتونه این ولیو ما باشه، اینو میزنیم. خب حالا چی میتونیم؟ میتونیم با if یا با سویچ که کار کردیم. سویچ به چه حالتی بود؟ میگفتیم سویچ، دو تا تپ میزنیم، مقدار چی رو میخواییم؟ دایس. دایس رو بهش میدم، این دیفالت رو نیاز نداریم. اینجا میگم کیس یک اگه بود این کار رو بکن. چی کار کن؟ الان بهتون نشون میدم. کپی. ببینم درسته. خب 2 3 4 5 6 اینو دیگه نیاز نداریم. چی کار باید بکنه؟ میگم پیکچر باکس من دات ایمیج من برابره چی؟ پروپرتیز دات ریسورس دات دایس یک. نگاه کنی همینو بهش دادم، اینو میارم کپی پیست، کوچولو اینجوری کپی کنم که فضا خالی نندازه، شما راحت ببینید. و اینم از این، تک تک اینا این میشه 2 3 4 5 6. حالا اسماشون به همین ترتیب من چون درست کرده بودم به همین حالت اینا رو رینیم کردم. اوکی
الان ببین خیلی راحت، من فقط هر باری که باطن من کلیک میشه، میگم این تابه رو برای من چیکار کن، فراخوانی کن. یعنی الان هیچ چیزی اینجا وجود نداره. برای اینکه قشنگ تر بشه، من اینجا اولا یه دونه بوردر بهش بدم، ببینم بوردر داره. ایمیج ایمیج یه دونه استایل، بوردر استایلش فیکسد، فیکسد. بعد چه چیزایی دیگه داره؟ ایمیج 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 اوکیه، یه بوردری داشته باشه اینجوری خوبه. و یه لیبل هم اینجا میذارم، این لیبل من اوتو سایز نباشه، میخوام سایزش به همین حالت باشه. فونتش کمی بزرگ میکنیم، بولد 14 بکنم خوبه. بیا این وقتتر، این سایز خوب است. و تکس الاینش باشه، تاپ سنتر میگیم سنتر، و تکسش رو برمیداریم. چرا این کار میکنم؟ که زمانی که زدم بدونین چه دکمه اول چه عددی انتخاب شد و اونجا میخوایم نمایش بدیم اون عدد رو. بهش هم یه بوردر هم میدم، اینم نمایش داده بشه، مشکلی نداره این حالت. خب باطن من چیکار کنه؟ توی دایس، رندوم دایسمون، قبل اینکه بیاد ایمیجمون رو کلیک کنه، میگیم لیبل یک دات تکس برابر دایس دات تو استرینگ. اول مقدارشو تو لیبل بریز و بعد به ما نمایش بده. من اینجا یه فاصله ایجاد میکنم و میگم اینجا کاراتون انجام بدیم. الان فکر کنم بهتر باشه. ببینید اینجا عکسمونه، اینجا عددی که توی رندوم ایجاد میشه 3 و پیکچر باکس 3. دوباره میزنم 4 4 1 1 5 1 5 3 3 5. ببینید همجور میزنم هر دو رندوم داره یه عددی رو ایجاد میکنه. ببینیم تا حالا یک اوکیه، من یه عدد فقط چک کنم. تا حالا اینو نیومده. احساس میکنم تا 6 که هست خود 6 حساب نمیشه، چنین حسی دارم. بذاریم ببینیم، باید آخر یه دونه 6 که زده بشه. تا حالا که 6 ندیدم، من احساس میکنم خود 6 رو نباید بگیم، یعنی به جای این باید بگیم 7، یکی بالاتر باید بگیم، چنین حسی من دارم. الان ببینید 2، یعنی الان 6 رو گرفته، یعنی یه احساس کرده اون درسته، یعنی خود 7 دیگه حساب نمیشه به عنوان مکسیموم ولیو، 7 حساب نمیشه، چنین حسی کردم. و این شد تاسمو. حالا ببینید من میزنم سریع نمایش داده میشه. شما میتونید یک تردی بزنید. ببینید یک خاصیتی فکر کنم یه بار قبلا گفتم، ترد میذاریم، ببینم ترد یوزینگش رو نذاریم، ببینم ها، یعنی یوزینگ فضای نامش رو میزنیم دات اسلیپ. کار اسلیپ اینه که یک وقفه ایجاد میکنه به میلی ثانیه، یعنی هر 1000 میلی ثانیه یه ثانیه میشه. میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ بیایم چیکار کنیم، مثلا بگم یک 500 میلی ثانیه، یعنی یه ثانیه، نصف یه ثانیه، نیم ثانیه کمی وایسی، بعد اون مقدار رو نمایش بده. میشه این
وای میسه میزنه، دوباره میزنی یه خورده وای میسه، میتونی اینو بیشتر هم بکنی، مثلا بکنینش چند 2000، 2 ثانیه وایسه بعد نمایش این کارا رو نمایش بده. یعنی 2 ثانیه وای میسه نمایش میده، دوباره میزنین 2 ثانیه وای میسه مقدار جدید، انگار داره فکر میکنه. یا شما میتونید بیاین یک تابع ایجاد کنید اینجا، بیاد به صورت رندوم توی یه تابع دیگه هی عکس رو هی عوض کنه، هی عکس رو عوض کنه به صورت رندوم، یا مثلا بالای مثلا بیایم این کار انجام بدیم شاید قشنگم بشه. من اینجا میگم چی؟ مثلا اسم تابع رو میگم شو پیک رندوم، یه چیزی می نویسیم. اسم تابع رو میتونیم بنویسیم، من تا این تابع رو ایجاد نکردم، روش برین ببینید میگه جنریت متد، میگه این متد جنریت بشه ساخته بشه، میگم آره. ببینید دقیقا بالا یا پایین این متد، این متد ساخته میشه، دقت کنید این متد الان ساخته شد، برنامه اجرا شده به خاطر این حالت شده. ببینید این متد دقیقا چیزی که میخواستیم ساخته شد. حالا حتی میتونید اینجا پارامتر ورودی بدین، آبی هر چی هست بدین، اینجا خودش تشخیص میده پارامتر ورودی رو چی بزنه. حالا من شو متد زدم، میام میگم فور، چند بار این کار رو بکن، مثلا میگیم 20 بار بیا چی کار کن، بیا همین کار رو دقیقا دقت کنید، میخوام همین کار رو تکرار کنم تو این تابه دوباره. این شو متد رو بردارم و اینم بردارم، همین کار رو دوباره تکرار کن. اسلیپ تو ببخشید ترد داد اسلیپ چند میذارم؟ میگم 100. حالا ببینیم شاید اگه نیاز شد مثلا بیشترش میکنیم، اسلیپ 100 اینو بیا انجام بده، بیا 20 بار این حرکت رو انجام بده. نوع نمایش الان ببینیم چطور میشه. این به خاطر چیه؟ یه بحثی داریم به نام ترد، تمام کارا که انجام شد داره این کارو میکنه. من یک چیزی رو الان اینجا فقط اضافه میکنم، ببینم اگه جواب داد نیاز به ترد نداریم. یک اپلیکیشن دات دو ایونت اینو میذارم، اگه جواب داد نیاز به ترد دیگه نداریم. نگاه کنید یه خورده فکر کرد بعدا عدد مشخص شد چنده، دوباره میزنم یه خورده هی داره رندوم عدد چیکار میکنه مشخص میشه 3، دوباره میزنم یه چند ثانیه فکر میکنه عدد جدید رو میزنه. این حالت یه حالت خیلی قشنگیه، فقط در مورد ترد. ترد یه نخیه که میاد چیکار میکنه تو برنامه شما. خود ترد نه، ترد خودش داستان ها داره، میتونیم خیلی خیلی ویدیو براش بسازیم چون حالت های مختلفی داره ترد داریم، چون چند نخی همزمان میتونیم چند تا کارو همزمان انجام بدیم بدون اینکه برنامه براش مشکلی ایجاد بشه، حالت هنگ بره، این چیزا وجود داره، بهش میگن چند نخی. ولی خب برای ترد دات اسلیپ میاد این برنامه که الان داره انجام میشه براش یه وقفه ایجاد میکنه، و اپلیکیشن دو ایونت یک مسیجیه که میاد تمام داده. من الان مثلا اومدم با حلقه فور یه عملیاتی رو به عنوان یه مسیج هی داره انجام میدم، این عملیات میره تو صف رم قرار میگیره. خب زمانی که تو صف رم قرار میگیره یه جوری میشه که میخواد تا انجام بشه سرعتش بالاه، اون عملیات آخر رو میبینیم چون اون داره سریع اجرا میشه، برای همین قبلی ها رو نمیبینیم. اپلیکیشن دو ایونت میاد تک تک اون عملیات رو همون لحظه اجرا میکنه، یه خورده سرعت برنامه کند میشه ولی همه عملیاتی که ما داریم اجرا میکنیم رو نشون میده. من اینو توی تکنیک های تو کاتگوری تو گروه پلیلیست تکنیک های سی شارپ برین، برنامه‌نویسی سی شارپ برین، برنامه‌نویسی مقدماتی نه، یک گروه دیگه پلیلیست دیگه داریم تو یوتیوب به اسم تکنیک های سی شارپ، دقیقا اپلیکیشن دو ایونت رو اونجا به طور کامل توضیح دادیم با مثال، میتونید اونجا بریم ببینید. اینجا فقط برای اینکه کارمون را بیافته گذاشتیم، ولی خب
ترت که بیاد میتونیم اینو قشنگتر کنیم، ایسینگ و این چیزا باشه خیلی بهتر میتونیم استفاده کنیم، ولی الان با یه اپلیکیشن دو ایونت تونستیم کار خودمون را بندازیم و یک حالت تاس انداختن تو بازی رو برای خودمون گرفتیم ساختیم. ببینید من تاس میندازم، مقدارش اومد، تاس میندازم، مقدار اومد، 4 بود اومد. دقت کنید، پس یه بار دیگه توضیح میدم، من تابع اصلی من چیه؟ رندوم دایس. کدوم تابع؟ تابع بالایی. این میاد یه مقداری را رندوم بین یک تا دست یک تا شیشه انتخاب میکنه، رندوم یه عدد تصادفی ایجاد میکنه و میاد اینجا میخواد به ما نمایش بده. توی چی؟ توی پیکچر باکس و توی لیبلمون. قبلش اومدیم یه دونه تابع درست کردیم که این تابع من چی کار میکنه؟ کارش اینه که 20 بار بیاد همون یه عدد تصادفی جدید بین یک تا شیش ایجاد کنه و تو پیکچر باکس نمایش بده با یه اسلیپ 100 میلی ثانیه که احساس کنین داریم انگار خودمون زمانی که تاس میندازیم هی میچرخه، هی میچرخه، عددهای متفاوت میاد تا اون آخرین عددی که وایسا، یعنی عدد چی مونه؟ عدد اصلی مونه، اون عددی که انتخاب شده. اینم هم همینه، ما اومدم یک مجازی سازی کردم، یه حالت تاس انداختن توی سی شارپ. حالا شما میتونیم بیان تاس خودتونه بندازین، به این حالت نمایش بدین به کاربرتون. حالا میخوایم بازی منچ طراحی کنیم، بازی نمیدونم مارپله طراحی کنیم، یا بازی تخت نرد، هر چیزی که بخوایم با تاس ایجاد میشه رو بتونیم پیاده سازی کنیم. حالا وارد بازی سازی با مارپله و منچ و این چیزا هم میشیم احتمالا، ولی خب تاس انداختنش رو اینجا الان فعلا یاد گرفتیم که به وسیله پیکچر باکس و ترد و اپلیکیشن دو ایونت اومدیم این کار رو انجام دادیم. این بود از یک بازی، نمیشه گفت یه مجازی سازی، از حالت تاس انداختن توی برنامه هامون. امیدوارم این پروژم اوکی باشه، براتون مورد پسندتون باشه. قبل از هر چیزی شما لطف کنید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگولش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. لایک کامنت فراموش نشه حتما بزنید که ویدیو برای دیگران هم شیر بشه. اینستاگرام رو فالو کنید، هر سوالی دارید میتونید تو اینستاگرام ازمون بپرسید و ما در سریع‌ترین وقت ممکن سعی می‌کنیم جواب بدیم. مرسی که تا این لحظه ما رو دنبال کردین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.